بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه مضمون ویست واتر انجینیرینگ چپتر سوم بودین و حال در چپتر سوم ما اگزمپل ها را ادامه میدین، چون ما قبلا تیوری و فرمول هایی که برای محاسبه میزان جریان فاضلاب ها و آب باران که صورت میگیره ما محاسبات خور میتونیم انجام بدیم، فرمول ها رو درستی داریم. میریم به اگزمپل ها مراجعه میکنیم ببینیم که در اگزمپل ها چه چیزهای داده و چه چیزهای را از ما سوال کرده که با توجه به مطالبی که ما قبلا خوندیم میتونیم محاسبه از جریانات سطحی داشته باشیم. مثال اول یا اگزمپل اول هست. در اگزمپل اول گفته شده assume that the surface on which the rainfall in a district is classified as follows. شما فرض کنیم ساحه که جریان سطحی از او صورت میگیره یک ناحیه هست و این ناحیه به چند قسمت تقسیم شده، طبقه بندی شده که در ذیل داده شده. 20% of the area consists of roof. 20% از ساحه شامل بام خانه است. Which the runoff ratio is 0.9 که ضریب جریان یا موکا 0.9 است. 20% of the area consists of pavement for which the runoff ratio is 0.85. 20% از این ساحه شامل ساحات پخته هست یا جاده یا آسفالت هست که ضریب جریان 0.85 است. 5% یا 5% of area consists of paved yards of house for which runoff ratio 0.8 و 5% از ای صاحب حیات خونه ها است که پخته شده و میتونه که ضریب جریان 0.8 باشه. 15% of area consists of macadam road for which runoff ratio 0.4. 15% از این ساحه جاده های خومه هست که ضریب جریان 0.4 است. 35% of the area consists of lawns, garden and vegetable plants for which the runoff ratio is 0.1. و 35% از این ساحه شامل فضای سبز، باغچه ها و خود سبزیجات هست که میتونه به این قسمت ضریب جریان 0.1 داشته باشه. و بقیه یا and the remain 5% of the area is wooded for which the runoff ratio 0.05. و بقیه از این ساحه که 5% هست ساحه چوب کار شده که ضریب جریان چوب هست 0.05. از شما خواسته شده determine the coefficient of runoff for the area. شما ضریب جریان بلدی ساحه محاسبه کنیم. If the total area of the district is 36 hectares, اگر ساحه مجموعی از این ناحیه 36 هکتار باشه. And the maximum rain and rainfall intensity is taken as 5 cm per hour. و شما میتونیم حد اعظم شدت بارندگی رو در این ساحه 5 سانتی‌متر در ساعت در نظر بگیریم. What is the total runoff for the district? کل جریان در این ساحه میتونه چقدر باشه؟ دو چیز در این سوال از ما خواسته بود. یک، خواسته بود که شما ضریب جریان پیدا کنیم. دوم، حد اعظم جریان در این ساحه محاسبه کنیم. در صورتی که اطلاعات به ترتیب با ما داده. خب برای حل سوال میان بی قسمت میبینین که ما در اول باید ضریب جریان
واحد بر از این ساحت تعریف کنین که ضریب جریان واحد کایک ای یک ای کا دو ای دو کا سه ای سه جمع کا این ای این بر مجموعه مساحت هست. این میتونه مساحب کا معادل در کل ساحت باشه. پس این ما میتونه بگیم سمشن کا ضرب در ای تقسیم بر سمشن ای، یا میتونه بگیم سمشن کا بر این مساحت توتل، سمشن مساحت ها مساحب مساحت توتل باشه. پس برای از این محاسبه ما در اول میایم یک یک از این ضریب های جریان که قبلا داشتین، مثلا این ضریب جریان ضرب در مساحت که 20% خود 36 یا 20% مساحت مجموعی است، یک یک ضرب میکنیم. مثلا 0.9 ضرب در 20% ضرب در مساحت 0.18 امش، کادو ای دو 20 بر 100 که از فیصدی خارج بشه ضرب در مساحت ضرب 0.85 ضریب جریان. 0.B قسمت دارین که 0.17 ای و این هم دارین 0.04. به ترتیب یک یک از این قسمت ها ما میایم در محاسبات رو محاسبه میکنیم، کای 4، کای 5، کای 6 ضرب در مساحت ها از اونا به ترتیب که 15%، 35% و 5% ضریب جریان ها 0.05 هست. وقت ضرب بسازیم ما کاها ضریب داریم ضرب در تابع مساحت ها پیدا میشه. و امیم سکا مساحب واحد یا کاه معادل مساحب میشه به کاه یک ای یک، کاه دو ای دو، بالاخره کاه 6 ای 6 بر مساحت مجموعی. ضریب ها ضرب در مساحت شده، همگیر به ترتیب جمع میکنه تقسیم بر مساحت مجموعی که به ترتیب مساحت هایی که در صورت ضریب شده ما مخرج کنسل بشه و 0.4875 که کای معادل هست که در کل ساحت در محاسبات ما میتونه حساب بشه. حال ما وقت کا داریم و مساحت را برای ما 36 هکتار در سوال داد، 36 هکتار مساحت را داریم، پی سی را داره 5 سانتی متر در ساعت، با داشتن این فرمول که کیوی پیک مساوی است به 1/36 ضرب کا ضرب پی سی ضرب در مساحت، ما میتونیم در این قسمت اطلاعاتی که داریم در فرمول جایگزین کنیم و در مقابل جریانی که میتونه از این باران جمع بشه پیدا کنیم. پس 1/36 کا ضرب در پی سی ضرب داره کار داریم 0.4875 پی سی 5 سانتی متر بر ساعت مساحت 36. در فرمول وقت جایگزین کنیم میتونیم 2.4375 متر مکعب بر ثانیه به دست بره که اگر ایر ما رانداف کنیم 2.44 کیومیک یا کیوبیک متر بر سیکند که متر مکعب بر ثانیه هست میتونه از این فرمول محاسبه بشه و به دست. پس ما جریان تی از این محاسبات 2.44 متر مکعب بر ثانیه پیدا. حال میریم به اگزمپل دومه که در این چپتر هست. در اگزمپل دوم گفته شده if in the above example، اگر در مثال قبلی the density of population is 250 per hectare، اگر تراکم جمعیت در این شهر 250 نفر در هر هکتار باشه and the quota of water supply per day is 225 لیتر و خود مقدار مصرف آب در شبکه آبرسانی هم 250 لیتر و یا نرم مصرف آب در شبکه آبرسانی هم 225 لیتر برای هر نفر در روز باشه، calculate the quantity of شما محاسبه کنه مقدار چی جزئه sewage for which the sewers of a separate system should be designed، مقدار فاضلاب بر شما در محاسبات خود حساب کنین که یک سیستم کاملا جداگانه برای فاضلاب روها در نظر گرفته بشه برای دیزاین. دوم استورم واتر، آب باران رو محاسبه کنیم for which طوری که the sewage of a partially separate system should be designed، یک سیستم قسمن جدای
برای از این سیستم میتونه که دیزاین باشه. حال در این سیستم که سپریت هست ما فاضلاب بر جدا محاسبه میکنه و مقدار آب باران جدا، چون ما آب باران قبلا در سیستم جداگانه محاسبه کرده، تنها فاضلاب شهری محاسبه میشه. ولی در قسمت دوم چون ما سیستم قسمت جدا داریم و در قسمت جدا تعریف کرده بودیم که مقدار آب که از پشت بام خانه ها و آب که داخل حیات خونه است جمع میشن، با فاضلاب شهری یک جای به تصفیه خونه انتقال پیدا میکنه، پس ما باید اون میزان آب رو محاسبه کنیم که در تصفیه خونه باید جریان پیدا کنه و تصفیه بشه. پس ما میتونیم به این قسمت بگیم که مساحت، چون اگزمپل قبلی گفته مساحت 36 هکتار بود ولی جمعیت در هر هکتار 250 نفر زندگی میکنه، ما در مجموع 36 هکتار داشتیم، ضرب در 250 نفر در هر هکتار میسازیم یا بر هکتار میسازیم که 36 ضرب در 250 بشه 9000 نفر، همین ساحه‌ای که ما میخواییم وازلا بازو در نظر بگیریم جمعیت داره. اگر برای هر نفر 225 لیتر در روز سپلای بشه چقدر فاضلاب تولید بشه؟ پس 9000 نفر هر نفر هم 225 لیتر فاضلاب تولید کنه، به این قسمش مصرف آب هست 225 لیتر هر نفر آب نیاز داشته باشه در شبکه، پس مقدار آب که مصرف میشه در شبکه 225 ضرب در 9000 هست که در مجموع میشه گفت که 2025 متر مکعب یا گفته بشه، یا به این قسمت میتونیم که شما 2,025,000 لیتر در نظر بگیریم. حال این مقدار 2,025 متر مکعب در هر ثانیه متر مکعب که تولید میشه، اینا در چقدر زمان؟ در 24 ساعت. پس تقسیم 24 ضربش هست که ما این مقدار آب که در یک روز مصرف میکنن او تبدیل میکنن که بر یک ثانیه مصرف کنن، پس میتونه 2025 متر مکعب تقسیم 24 که یک روز 24 ساعت هست و هر ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه هست، میتونه صفرش و صفر 234 متر مکعب بر ثانیه بود. 0.234 متر مکعب بر ثانیه این میتونه میزان مصرف آب باشه که بر واحد زمان نظر به 9000 نفره که جمعیت داره و برای هر نفر 225 لیتر آب سپلای میشه در این ساحه تولید میشه. حال ما چون گفتیم که اگر مصارف آب که ما در یک شبکه صورت میگیره 8 ضرب 0.8 یا 80% از اون در محاسبات رو شامل کنه، مقدار آب میشه که به فاضلاب تبدیل میشه، پس 80% از این مقدار جریان آب به فاضلاب تبدیل میشه، پس 0.8 میسازیم 0.0187 متر مکعب بر ثانیه میزان تولید فاضلاب ها هست. حال ما گفتیم اگر در ساعت وار تولید فاضلاب ها تغییر کنه، پس میزان فاضلاب که میتونه در یک ساعت در طول روز به حد اعظم خوب برسه، او میتونه که سه چند اوریج باشه، پس ما همین عددی که اوریج بود ضرب سه میکنیم حد اعظم، پس در جزئه که مقدار فاضلاب هار میخواستم از این ساحه پیدا کنیم 0.056 متر مکعب بر ثانیه یا کیومیک مقدار جریان فاضلاب ها هست که از این ساحه صورت بگیر. اگر سیستم جداگانه باشه این جدا در یک سیور انتقال پیدا میکنه و تصفیه خونه و اگزمپل قبلی اگر در نظر بگیریم او آب و باران است و مستقیم انتقال پیدا میکنه به تصفیه به رودخانه ها. در کیس دوم گفته شده که یک سیستم قسمت جدا هست، پس وقتی که قسمت جدا باشه آب باران پشت بام خانه ها و آب که داخل حیات خونه است، این دو قسمت با فاضلاب که قبلا ما پیدا کردیم یک جای شده و به
تصفیه خونه انتقال پیدا میکنه. پس ما میتونیم بگیم 20% از صاحب پشت بام و خانه بوده، 20/100 ضرب در 36 هکتار، 7.2 هکتار پشت بام و خانه هست که ضریب 0.9 است، و 5% از کل سایه 36 هکتار سایه حیات خانه ها هست که 1.8 هکتار میشه و ضریب جریان 0.8. پس ما میگیم ای کیو که مساوی 1/36 کا ضرب در PC ضرب در A بود، برای محاسبه هر دو جریان، جریان پشت بام خانه و جریان داخل حیات خانه استفاده میکنن. پس کیو پیک مساوی میشه به 1/36 ضریب از زیر داره 0.9، مقدار بارندگی در سوال قبلی 5 سانتی متر بر ساعت بود، ضریب مقدار مساحت هم 7.2. دومی 1/36 ضرب 0.8، مقدار بارندگی 5 سانتی متر بر ساعت بود و مساحت هم 1.8. پس مقدار آب بارانی که میتونه تولید بشه از ایسا 1.1 متر مکعب بر ثانیه. چون وقت پارشلی شده این مقدار جریان آب که از پشت بام خانه و داخل حیات خانه هست با فاضل آب که از داخل خانه شهر تولید شده یک جای انتقال پیدا میکنه، پس 0.056 رو جمع 1.1 کنیم، 1.156 1.156 مقدار فاضل آب هست که به تصفیه خونه انتقال پیدا میکنه و بقیه آب باران که اگر اگزمپل قبلی در نظر بگیرین میتونه به تصفیه خونه، نه به رودخانه ها انتقال پیدا کنه و نیاز به تصفیه نباشه. که اگر ما در محاسبات بگیریم که ما او سوال قبلی 2.4 بود، 44 متر مکعب بر ثانیه آب و باران بود که از او 1.41 کم بشه 1.34 میمونه. پس 1.34 متر مکعب بر ثانیه آب باران انتقال پیدا میکنه در سیستم پارشل سپرید به رودخانه، و 1.1 جمع 0.056 که 1.156 متر مکعب بر ثانیه است انتقال پیدا میکنه به داخل خود تصفیه خونه، و بعد از تصفیه میتونه که تست چارج بشه. اگزمپل سوم یا مثال سوم از چپتر سوم هست. در این اگزمپل گفته شده The drainage area of one sector of town is 12 hectares. مساحتی که آب و باران جریان پیدا میکنه از یک بخش یک شهر 12 هکتار هست. The classification of the surface of this area is as follows. مساحتی که این ساحه داره به شکل ذیل طبقه بندی شده، 20% ساحه hard pavement هست که کاملا جاده های پخته است، 0.85 ضریب جریان، 20% از این روف سرفیس از پشت بام خانه است که 0.8 ضریب جریان داره، 15% unpaved street است یا جاده پختن خامه است، از جاده خامه است 0.2 ضریب جریان داره، 30% garden and lawn است، 30% از اینا باغچه ها و فضای سبز 0.2 ضریب جریان است، 15% از اینا ساحل چوب هست که 0.15 ضریب جریان داره. که اینا گفته شده به ادامه سوال if the time of concentration for the area is 30 minutes، اگر زمان تمرکز جریان بر از این ساحه 30 دقیقه باشه، find the maximum runoff، شما حد اعظم جریان ها رو محاسبه کنه. Use the formula، فرموله رو میتونه محاسبه کنیم، R 900 بر T جمع 60. هدف از این R همون PC هست. این فرمول برای ما داده، ولی اگر این فرمول به ما نمیداد باز ما میرفتن از فرمول استفاده میکردیم که برای پیدا کردن PC در صورتی که زمان بین 20 تا 100 باشه، چون اینجا 30 دقیقه داره، بین 20 تا 100 از اون فرمول استفاده میکردیم که فرمول عبارت از 100 بر TC جمع 20 بود، ولی چون این فرمول به ما داده از این فرمول میریم استفاده. پس در قدم اول در محاسبات چه کار میکنیم؟ ما میان اینجا ما کای داریم، کای که واحد نیه، برای هر مساحت یک کا
داده شده، ما میم نظر به این مساحتی که تقسیم شده یک کاه معادل برای کل 12 هکتار پیدا بکنه. پس ما میتونه بگیم که کاه معادل مساوی میشه به سمشن کاه ضرب در ای بر سمشن ای یا بر ای توتال. پس میم بگیم کاه یک 0.85، ای یک داره 20% مساحت، 0.2 مساحت، 0.1 دمش کا دو ای دو 0.8 زب در 0.2 زب در ای کا سه ای سه، به ترتیب به شکل محاسبه بشه که در مجموع سمشن کاها زب در مساحت از 0.4425 تقسیم مساحت بسازیم، ای با ای خلاص بشه 0.4425. پس میتونه مقدار کاه معادله که در این ساحه داریم مساوی باشه به 0.4425. حال ما میریم مقدار بارانی که در این ساحه میبارد در حد کریتیکل نظر به فرمولی که برای ما داده پیدا میکنه، همین آر یا رینفال یا همون پی سی که ما قبلا در فرمول رشنل داشته میتونه باشه. 900 بر تی، تی ما قبلا داریم 30 دقیقه داده در سوال، جمع 60 میشه 90، 900 تقسیم بر 90 10، ای به میلیمتر بر ساعت آر پیدا شده، وقتی ما به سانتی متر در فرمول خواسته باشیم 1 سانتی متر بر ساعت میتونه میزان از این محاسبه باشه. پس پی سی میتونه در این قسمت در فرمول 1 سانتی متر در ساعت گذاشته باشه. فرمولی که ما داریم کی پی مساوی میشه به 1/36 کا ضرب در پی سی ضرب در مساحت، به ترتیب ما مساحت داریم 12 هکتار، پی سی 1 سانتی متر بر ساعت، کارم از اینجا پیدا کنه 0.4425. وقتی در معادله قیمت گذاری کنیم برای ما میتونه که 0.148 متر مکعب بر ثانیه مقدار جریانات عظیمی باشه که از یک ساحه بر واحد زمان میتونه که عبور کنه. ای بود اگزمپل سوم از چپتر سوم، خدا کنه که تونسته باشیم حتی اکثر استفاده از این لکچر برده باشیم. حال میریم به اگزمپل بعدی که اگزمپل چهارمه چپتر سوم هست. در این اگزمپل گفته شده A population of 30,000 is residing in a town having an area of 60 hectares. جمعیت 30,000 نفری در یک شهر زندگی میکنن که مساحت از 60 هکتار است. If the average coefficient of runoff is 0.8، اگر متوسط جریانات سطحی 0.6 باشه، and the time of concentration of the design rain is 30 minutes، اگر زمان تمرکز جریان برای از این جریان در دیزاین بارندگی 30 دقیقه باشه، calculate محاسبه کنیم the discharge for which the server of a proposed combined system will be designed for the town in question. شما مقدار جریان پیدا کنین که در نظر گرفته شده که سیستم پیشنهاد شده که باید کمباین دیزاین بشه، یعنی کانال که آب باران و فاضلاب بر یک جای انتقال پیدا میکنه دیزاین بشه برای همین شهرک در سوال. Make suitable assumptions for needed. شما میتونیم اطلاعات دیگه هم در این قسمت اضافه کنیم در صورتی که نیاز هست، اطلاعات مناسب به سوال میتونیم اضافه کنیم. وقتی ما گفتیم که کمباین سیور به مفهوم اینه که فاضلابه که از خود خانه ها و سایر رهایشی تولید بشه با آب بارانه که از این ساحه جمع بشه یک جای باید انتقال پیدا کنه، پس ما باید که در محاسبات خو هر دور محاسبه کنیم، جمع کنیم مقدار دسچارش به دست بیه که میتونه در کانال کمباین جریان پیدا کنه. پس در اول ما یک فرضیه داریم، assume water demand. ما فرض بری میکنیم که 120 لیتر
برای هر نفر در روز شبکه آبرسانی آب سپلای میکنه. اسیوم یک فرضیه دیگه هم داریم، 80% از آب که در شبکه برای مشترکین توزیع میشه، برای مصرف کننده ها توزیع میشه، این تبدیل میشه به فاضلاب، پرودوس سیویج، اینا فاضلاب رو تولید میکنه. خب پس ما 30,000 نفر جمعیت پیشتر داشتیم، 30,000 نفر میگیم ضرب در 120 لیتر به هر نفر کی مقدار میزان آب هست که مصرف میشه، ضرب در 80% که ضریب به تبدیل به فاضلاب هست، به 0.8 ضرب به 120 ضرب در 30 که از 1000 رو بکشیم که مستقیم بره ما متر مکعب بده، متر مکعب 2880 متر مکعب در یک روز یا در 24 ساعت میزان مصرف آب هست که میزان آب هست که مصرف میشه و به فاضلاب تبدیل میشه. پس ما میم ای در این قسمت در محاسبات، چون ای 2880 لیتر متر مکعب آب در 24 ساعت مصرف میکنن، پس میگیم تقسیم 24، هر ساعت 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، پس میتونه این مقدار متر مکعب در روز تبدیل کنه به متر مکعب در ثانیه که برازو کیومک میگیم، پس 0.033 متر مکعب فاضلاب به طور متوسط از این ساحل تولید. پس وقت ما خواسته باشیم حد اعظم ساعتوار فاضلاب هایی که تولید میشه از این ساحر محاسبه کنیم، پس ما میگیم 3 چند کیو اوریج، میگیم کیو ماکسیمم، پس کیو ماکس یا حد اعظم فاضلاب یا حد پیک فاضلاب ها در یک روز میتونه مساوی بشه به 0.33 ضرب 3 که 0.33 وقت ضرب 3 کنیم 0.1 متر مکعب بر ثانیه بعد است. حال این مقدار فاضلاب هست که از ساحات راهشی تولید میشه نظر به مصرف آب که دارن، پس نظر به ساحه‌ای که 60 هکتار هست چقدر و نظر به زمانی که برای ما 30 دقیقه داده جریان تمرکز جریان یا مقدار زمانی که برای بارندگی در دیزاین در نظر گرفته شده، پس ما میتونیم به قسمت بگیم که کیو پیک مساوی میشه به 1/36 کا ضرب در پی سی ضرب در مساحت. فقط ما مساحت داریم 60 هکتار، ضریب جریان فرض میکنیم در این قسمت 0.6 در اگزمپل برای ما داده، نیاز به فرض نیست، 0.6 به ما داده، ولی به این قسمت فقط زمان تی سی به ما داده که باید پی سی از روی پیدا کنه. پس ما این کار داریم 0.6 مساحت داریم 60، فقط پی سی نداریم. پی سی تی سی وقت 30 دقیقه باشه از این فرمول استفاده میکنه که 100 بر تی جمع 20، 100 بر 30 جمع 20 که 2 سانتی متر بر ساعت، پس پی سی میتونه که 2 سانتی متر بر ساعت باشه. پس ما میتونیم بگیم که پی سی در فرمول 2 هست، 0.6 و 60 هکتار هم نظر به این معادله دارن، پس 2 متر مکعب بر ثانیه یا 2 کیومیک مقدار جریان است که از بارندگی یا جریان سطحی میتونه جمع آوری بشه. پس وقت سیستم کمباین هست، یعنی بعد فاضلاب خانگی با آب باران یک جای در یک سیور یا در یک کانال انتقال پیدا کنه، پس میگیم مقدار کیو کمباین مساوی میشه به کیو یا کیو ماکس سیور جمع کیو ماکس استور که 0.1 جمع 2 که 2.1 متر مکعب است، پس 2.1 متر مکعب بر واحد ثانیه مقدار جریان کمباین هست که از این ساحه عبور میکنه. این بود اگزمپل 3-4. انشالله اگزمپل های باقی ماده چپتر سوم در لکچر بعدی تدریس میکنیم. تا می قسمت در این لکچر ختم شد، موفق باشد. در صورتی که سوال و پیشنهاد داره میتونه از طریق پورتال به جریان قرار بده. وقت شما خوش، خدا نگهدار.